ایشان در ساختمان نخست وزیری پارتی مشروب خواری را انداخته بود. آیا حاضر از شرافتمندانه کناره گیری کند؟ کیر استارمر بود، رهبر حزب مخالف دولت بوریس جانسون. اما بوریس جانسون در این جلسه از خودش دفاع کرد. بخشای از صحبت‌های او را هم بشنویم. من بسیار متاسفم. برای اتفاقات آن شب واقعا متاسفم. آقای رئیس، همانطور که گفتم، من مسئولیت این کار را قبول می‌کنم و عذرخواهی می‌کنم. بوریس جانسون بود. اما برای بحث بیشتر در این مورد، بابک امامیان، تحلیلگر سیاسی از لندن، به ما پیوسته. آقای امامیان، چقدر انتظار می رفت که این مسئله برای آقای جانسون تا این حد جدی بشه که عملا حزب مخالف خواستار کنارگیری او بشه؟ این سوال خیلی جالبیه، به این صورت که وقتی آقای بوریس جانسون نخست وزیر شد، یه معاونی داشت به نام آقای کامینگز و آقای جانسون اینطوری به نخست وزیر نگاه میکرد که کارهای اصلی رو آقای کامینگز انجام بده و ایشون بیشتر کارهای تشریفاتی رو انجام بده. یعنی خیلی شاهانه میخواست نخست وزیر باشه. ولی وقتی این کووید اومد، تمام مسائل عوض شد. یعنی دیگه کووید مسئله نبود که شما میتونستی شاهانه رو، باید خودت دست توی کار بودش. و اینجا بود که از اونجایی که آقای بوریس جانسون یک نخست وزیری نیستش که به جزئیات تمرکز کنه، بلکه بیشتر نخست وزیریش به خاطر محبوبیتش هستش که 3 میلیون نفر به اون رأی میدن، برای همین وقتی خودش وارد کار شد خیلی اشتباهات فوق‌العاده‌ای انجام داد. و اینجا کشوری است که حاکمیت قانون به هر حال برای همه، از جمله خود نخست وزیر هم، میبایست که اعمال بشه. او حالا معذرت‌خواهی کرده و فکر میکنید که خواسته ها برای برکناری او با معذرت خواهیش تمام خواهد شد؟ دوباره شما یک چیز نکته خیلی مهمی گفتین، قانون. آقای بوریس جانسون اینجا گفت من قانونی یا نشکندم، اشتباه بود. این باید الان یه بازرسی داره میشه که آیا ایشون تکنیکالی قانونی رو شکنده یا نه، و خیلی بستگی داره به اون گزارشی که میاد، که بخواد اون لغت معنی اون طوری که نوشته شده اون گزارش چطوری باشه. ولی یه چیزی ما اینجا داشته باشیم. ببینید، در انگلستان 30 میلیون نفر رای میدن و برای اینکه شما حزبتون به قدرت برسه 40% لازم دارین، یعنی 12 میلیون. حالا حزب کارگر یا حزب محافظه‌کار هر کدومشون 9 میلیون رای راحت دارن، ولی اون 3 میلیون بستگی به اون رهبر داره و آقای جانسون کسی که اون 3 میلیون رو میاره، چون توی 20 سال گذشته روی محبوبیت شخصی خودش خیلی کار کرده و موفق بوده تو این مسئله. حالا آقای کیرستمر همین رو شما نگاه میکنید، اونقدر محبوب نیست. یعنی اگر به تعداد رأی نگاه کنید، آقای جانسون 10% یا 10 points شخصا خودش داره که آقای کیرستمر حتی 1 یا 2% نداره. برای همینه که حزبا دنبال یه رهبری هستن که وقتی رهبر میشن شخصا خودشون حداقل 5 تا 10% رأی با خودشون بیارن. حالا آیا حزب محافظه‌کار میخواد آقای جانسون رو بیرون کنه و 3 میلیون رأی از دست بده؟ ممنونم از شما بابک امامیان، تحلیلگر سیاسی با ما.